وضعیت مسلمانان هند و رفتارهای صورت گرفته توسط هندوها علیه مسلمانان رفته رفته باعث شده که وضعیت این کشور به سمت بحران پیش برود و بعید به نظر نمیرسد در آینده نچندان دور جنگ داخلی میان مسلمانان و هندوها در هند به راه بیفتد چنین موضوعی نه تنها اعتراض مسلمانان هند را برانگیخته بلکه از گوشه و کنار جهان برخی شخصیت سرشناس سیاسی دینی و فرهنگی نیز اقدام ضد اسلامی در هند را مورد انتقاد قرار دادند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. پروفسور نوام چامسکی نویسنده، زبانشناس، محقق مشهور و تحلیلگر سرشناس بینان مللی تیه اصحارتی گفت اسلام ستیزی کشنده ترین شکل را در هند به خود گرفته و حدود 250 میلیون مسلمان هندی را به اقلیت تحت تعقیب و مورد آزار و اذیت تبدیل کرده است. وی در پیامی ویدیویی گفت اسلام ستیزی در سراسر غرب در حال رشد است اما کشنده ترین شکل خود را در هند به خود گرفته است حکومت ملیگرای هندوی نارن رامودی نخست وزیر هند به شدت جنایت ها را در کشمیر تحت اشغال هند تشدید کرده است کشمیر اکنون یک سرزمین اشغال شده است و به طور وحشیانه تحت کنترل نظامی قرار دارد از سوی دیگر جان سیفتون مدیر دفاع از آسیا در دیدبان حقوق بشر گفت بزرگترین تهدید برای قانون اساسی هند ترویج مذهب اکثریت توسط دولت هند و به ضرر اقلیت هاست. حزب بهاراتیا جاناتا و وابستگان آن اظهارات نفرت انگیزی را علیه مسلمانان انجام میدهند تا رأی هندوها را در نزدیکی انتخابات جلب کنند. و یفسود این دولت قوانین و سیاست هایی را اتخاذ کرده که به طور سیستماتیک علیه اقلیت های مذهبی و سایر گروه ها تبعیض قائل می شود و همچنین به منتقدان خود انگ می زند. کنگره آمریکا باید بر دولت هند فشار بیاورد تا نگرانی های خود را در قبال نقض حقوق بشر و اقلیت ها در هند بیان کند. در همین حال شیخ احمد بن حمد خلیلی مفتی اعظم عمان از مقام های هند خواست همان گونه که در دوران حکومت مسلمانان در هند غیر مسلمانان رفتاری جز احترام و انصاف از حاکمان خود نمیدیدند حالا نیز به حقوق مسلمانان هندی احترام گذاشته شود وی فشارها و آزار و اذیت مسلمانان هند به ویژه علیه زنان و پوشش آنها را محکوم کرد و خواستار فیصله یافتن آن در این کشور شد مفتی عمان در توییتی ضمن اعلام همبستگی کامل خود با مسلمانان هند آزار و اذیت آنان توسط دولت افراطی مودی در هند به ویژه آزار و اذیت اخیر دانشجویان مسلمان و ممنوعیت تحصیل و ورود آنها به دانشگاه به دلیل داشتن هجاب را محکوم کرد